برای چند دقیقه همه فکرهای روز رو بذار کنار. یه نفس عمیق بکش، حالا چشماتو ببند. امشب قراره با هم یه سفر خیلی خاص داشته باشیم. نه با قطار، نه با هواپیما، با خیال. میخوایم با هم از لبه کهکشان راه شیری حرکت کنیم و قدم به قدم بریم تا برسیم به قلبش. همون جایی که رازهای بزرگ عالم در اون پنهانه. اگر دلت میخواد چشمت رو ببند و بذار تصاویر و کلمات من تو ذهنت یه کهکشان بسازن. یا اگه دوست داری چشماتو باز بذار و با عکسای خیره کنندهی که تلسکوپ فضایی جیمز وب برامون فرستاده توی زیبایی بی‌نهایت فضا غرق شو. هر جا که هستی فقط کافیه خودتو بسپاری به جریان این ویدیو. آماده ای؟ بیا با هم وارد یه شب پر از ستاره بشیم. داریم از مرزهای کهکشان راه شیری شروع میکنیم. میخوایم به لبه های این دنیای بیپایان سرک بکشیم، جایی که هیچ مرز مشخصی وجود نداره. فکر کن روی لبه یه صخره وایسادی که هیچ انتهایی نداره و در مقابلت یه اقیانوس بیپایان از ستاره ها و کهکشان ها گسترده شده. اینجا جاییه که هیچ چیزی ثابت نیست و همه چیز در حال تغییر و تحوله. ستاره ها مثل چراغ های کوچیکی می درخشن. بعضی هاشون تازه متولد شدن و بعضی ها در حال نابود شدنن. اما اینجا زمان به شکلی متفاوت از اون چیزی که ما درک می کنیم می گذره. لبه کهکشان راه شیری جاییه که از اون به طور خاص با نام هاله یاد می کنیم. حاله ای از ستارگان و گازهای پراکنده که تو فاصله های بسیار دور از مرکز کهکشان قرار دارن. این ناحیه حدود 200,000 سال نوری از مرکز کهکشان فاصله داره. توی اینجا نور از منابع مختلف به کندی حرکت میکنه و بسیاری از اون چیزایی که میبینیم مربوط به میلیون ها سال پیشه. تلسکوپ فضایی جیمز وب با استفاده از فناوری‌های پیشرفته‌اش تونسته از اینها تصاویر بی‌نظیری ثبت کنه. جیمز وب به کمک دقت بالا و قدرت نمایی که توی مشاهده جزئیات فضا داره میتونه تصویر دقیقی از ستارگان در حال تولد و گازهایی که در هم پیچیده شدن به ما بده. این تصاویر نشون‌دهنده فرایندهای طبیعی در حال وقوع توی این نواحی هستند. توی این فضا از ستارگان جوانی به نام ستارگان آبی یاد می کنیم. این ستاره ها به خاطر حرارت بالا رنگ آبی دارن و در دل این فضا مثل مشعل های خیلی بزرگ در حال درخشیدن هستن. این ستارگان معمولا خیلی سریع به پایان زندگیشون می رسن و در طول عمر کوتاه خودشون انفجار عظیمی به نام ابرنواختر به وجود میارن که میتونه گاز و گرد و غبار رو به فضا پراکنده کنه. الان داری توی دریای ستاره ها شنا میکنی، جایی که هیچ مرزی نداره و همه چیز به شکل بی‌نظیر در حال تغییر و تولده. اینجا جاییه که هر ستاره میتونه داستانی از گذشته باشه، داستانی که هزاران سال نوری از ما دور شده. همونطور که تلسکوپ فضایی جیمز وب این تصاویر رو به ما نشون داده، ما میتونیم به این زیبایی ها نگاه کنیم و تجربه بی نظیر داشته باشیم. بیایید سفرمون رو ادامه بدیم و بریم به سمت یکی از جذابترین بخش های کهکشان راه شیری، بازوهای مارپیچیش. این بازوها مثل شاخک های عظیم و پیچ خورده به دور مرکز کهکشان میپیچن و به شکل منحصر به فردی ستاره ها، سیاره ها و گاز ها رو در دل خودشون نگه می دارن. تصور کن که داری توی دل این بازوها شنا می کنی، جایی که هر لحظه چیزی جدید شکل می گیره. تصور کن داریم به آرومی از بین این بازوها عبور می کنیم. مثل این می مونه که داریم از یه رودخونه پر از نور عبور می کنیم، جایی که هزاران ستاره در حال حرکت و شکل گیری به وضوح در کنار هم در حال گردش هستن. بازوهای کهکشان مثل رگه هایی پر از نور و انرژی هستن که حیات کهکشان رو توی خودشون نگه می دارن. یکی از جالبترین ویژگی های این بازوها اینه که اونها از گازها و گرد و غبارهای عظیم پر شدن.
این مواد به نوعی یک ذخیره‌گاه برای تولد ستارگان جدیدن. توی نقاط مختلف این بازوها این گازها تجمع پیدا کردن. به شدت به هم فشرده میشن و این فشردگی باعث میشه که ستاره های جدید متولد بشن. شاید برات جالب باشه بدونی که این بازوها میتونن تا چند هزار سال نوری طول داشته باشن. پس تصور کن چقدر کهکشان ما میتونه بزرگ باشه. حالا داری در دل این گازها حرکت میکنی. میبینی که به تدریج این گازها به هم فشرده میشن، نورهای رنگی مثل آبی و قرمز از داخلشون بیرون میزنن. این نورها نشونه تولد ستاره‌های جدیدن که در دل این ابرهای گازی دارن شکل میگیرن. ستاره‌هایی که هنوز در اولین روزهای زندگیشون هستن رو داری میبینی و به محض اینکه بزرگ بشن نور و گرمای زیادی رو به فضا میفرستن. این اتفاقات توی این بازوها به طور مداوم در حال وقوعه و هیچ وقت متوقف نمیشه. تلسکوپ فضایی جیمز وب هم با دقت بی‌نظیرش تونسته به عمق این بازوها نگاه کنه و همزمان از ستارگان تازه متولد شده عکس بگیره. این ستاره‌ها در حال حاضر بسیار داغ و درخشندن و به سرعت در حال تغییر و رشدن. شاید حتی بتونی تصور کنی که این ستاره‌ها توی دل خودشون اسراری بزرگ از علم و فضا دارن که شاید هیچ وقت برای ما آشکار نشه. حالا در دل این نواحی پر از گاز و غبار رد میشیم و هر جا که نگاه میکنیم ستاره‌ها و اجرام آسمانی مثل سحابی‌ها همون ابرهای گاز و غبار رو مشاهده میکنیم. همه چیز در حال تکامل و شکل گیریه. حالا که با هم از لبه و بازوهای کهکشان عبور کردیم، وقتشه که به مرکز راه شیری برسیم. آروم آروم داریم از بازوها عبور میکنیم و میریم به سمت یه مرکز خیلی خیلی درخشان که توی اونجا ستاره‌های پیر و خیلی بزرگ قرار گرفتن. به خاطر همینه که مرکز کهکشانمون را الان داری زرد رنگ تصور میکنی. شاید از دور فکر کنی که این مرکز یه نقطه ساده است، ولی وقتی نزدیک میشی متوجه میشی که اینجا یه دنیای دیگه است. تصور کن که داری وارد دل این کهکشان میشی، جایی که همه چیز به شکلی بزرگ و اسرارآمیز در جریانه. با من بیا. حالا که داریم به سمت مرکز میریم، در میان ابرهای گازی عظیم حرکت میکنیم. این گازها به هم فشرده میشن و در مرکز این گازها ستاره های عظیم شکل میگیرن و در نهایت در پایان زندگی خودشون یه میراث اسرارآمیز برای ما به جا میذارن. یک سیاه چاله غول‌پیکر. در مرکز کهکشان راه شیری یک ابر سیاه چاله وجود داره که با نام سیاه چاله مرکزی کهکشان و نام کمان A شناخته میشه. حدود 4 میلیون برابر جرم خورشید ما جرم داره و دما و فشار توی اونجا اونقدر بالاست که هیچی نمیتونه ازش فرار کنه. تلسکوپ فضایی جیمز وب که قدرت نمایشی بی‌نظیری داره اخیراً تونسته تصاویری از این منطقه بسیار دور و پیچیده بگیره. توی دل این تصاویر ما میبینیم که فضای اطراف سیاه‌چاله چطور پر از گرد و غبار و گازهای داغ شده است. این گازها با سرعت بسیار بالا به سمت سیاه‌چاله حرکت میکنن و همزمان با این حرکت دمای اونها به حدی میرسه که نورهای عجیب و رنگی از خودشون ساطع میکنن. با همکاری تلسکوپ‌های زمینی قبلاً همین چند سال پیش تونستیم یه تصویر واقعی از مرکز کهکشانمون ببینیم. اگر دوست داری چشمات رو باز کن و یه نگاهی به تصویر واقعی از سیاه‌چاله خودمون بنداز و ببین آیا با اون چیزی که داشتی توی تخیلت می‌دیدی هماهنگ هست یا نه. دور این سیاه‌چاله یه دیسک بزرگ از گازها و ستاره‌ها در حال چرخشه. دانشمندا بهش میگن قرص برافزایشی. به نظر میرسه هیچ چیز نمیتونه از این چرخش عظیم بیرون بیاد. این دیسک به طور مداوم در حال چرخش و تغییره، جایی که مواد و انرژی در درونش پیوسته و آروم آروم در حال حرکتن. تصور کن که داری از لبه این دیسک در حال چرخش نگاه میکنی. این گازها در حال شتاب گرفتن به سمت سیاه‌چاله هستن و وقتی به مرکز این دیسک
که دانشمندا بهش میگن تکینگی میرسن و در اون سقوط میکنن، دیگه هیچ راه برگشتی ندارن. یه مرزی اینجا وجود داره بین واقعیتی که ما الان داریم و چیزی که بعد از اون هیچی نمیدونیم. بهش میگن افق رویداد. اگر ماده از این مرز افق رویداد عبور بکنه، دیگه هیچ اطلاعاتی ازش نمیتونیم به دست بیاریم. البته فعلا. توی مرکز کهکشان راه شیری انرژی‌های عظیم در حال گردشن. مواد در حال تغییر و انتقال هستن و هیچ چیز توی این فضا ثابت نیست. جیمز وب این لحظات رو با دقتی بی‌نظیر ثبت کرده. راستی چندین سال پیش ما حرکت ستاره‌ها به دور سیاه‌چاله رو با دقت ثبت کردیم، اونم با استفاده از تلسکوپ‌های خودمون. اگر می‌خواید میتونید چشماتون رو باز کنید و ببینید که این ستاره‌ها چطور با سرعت دیوانه‌وار دارن به دور یک نقطه نامرئی می‌گردن. حالا که تا اینجا اومدیم، بیایید یه خورده بیشتر توی کهکشان خودمون پرسه بزنیم. بذارین تصاویر توی ذهن تشکیل بشه. شاید اولین چیزی که به ذهن ما میاد از تصاویر جذاب تلسکوپ فضایی جیمز وب، سحابی‌ها باشه. جیمز وب چندین سحابی زیبا رو از دوردست‌های کهکشان برامون ثبت کرده. سحابی‌ها ابرهایی پر از گاز و غبارن، در دل خودشون میتونن ستاره‌های جدید بسازن. یکی از معروف‌ترین سحابی‌هایی که جیمز وب ازش تصویر برداری کرده، سحابی شکارچیه. توی این تصویر میتونی شاهد رنگ‌های شگفت‌انگیزی باشی. قرمزها و آبی‌هایی که در دل ابرهای گازی به هم پیچیده و در حال تولد ستاره‌های جدید هستن. این سحابی یکی از پرطرفدارترین سحابی‌ها برای ستاره‌شناساست، چون به راحتی میشه توش ستاره‌های در حال شکل‌گیری رو مشاهده کرد. حالا تصور کن که داری از کنار این سحابی حرکت می‌کنی. نورهای رنگی از دل این ابرها بیرون می‌زنن و تو می‌تونی ببینی که این گازها چطور به هم فشرده میشن و ستاره‌های تازه متولد میشن. این سحابی‌ها یه نوع کارخونه ستاره‌ها هستن. شاید هم یک نوع گورستان ستاره‌ای، به خاطر اینکه گاز و غبارهایی که می‌بینی حاصل انفجار ستاره‌های قبلی می‌تونه باشه. یه نگاه بندازیم به سحابی‌های دیگه. آروم آروم از سحابی شکارچی دور میشیم. بریم سراغ سحابی حلقه. این سحابی‌ها که به شکل‌های عجیب و غریبی مثل حلقه یا عقاب به نظر میرسن، همشون پر از اسرار و شگفتی‌اند. جیمز وب از اینها هم تصاویری ثبت کرده که میتونیم مشاهده کنیم. برای مثال نوارهای گازی پیچیده‌ای داره که وقتی نگاه می‌کنی انگار داری وارد یه دنیای جدید میشی. نوارهایی که نورشون از ستاره‌هایی که درون این سحابی متولد میشن ساطع میشه. اینها نمایانگر دنیای پیچیده‌ای هستن که توی دل این سحابی‌ها در حال وقوعه. جیمز وب از برخی مناطق عجیب و غریب که ستاره‌ها در اونجا هم در حال مرگ هستن تصاویری گرفته. اینها تصاویری هستن که از گازهایی که پس از انفجار یه ستاره به فضا میرسن گرفته شده. مثل سحابی مرده حلقه که توی اونجا داریم باقی مونده ستاره‌ای که قبلاً وجود داشت رو میبینیم. این تصاویر از جیمز وب به ما نشون میده که کهکشان راه شیری چقدر زنده و پر از تغییراته. حالا چشماتو دوباره باز کن و بذار که این تصاویر از جیمز وب در ذهن تو حک بشه. این تصاویر به ما یادآوری میکنن که تنها نیستیم توی این جهان وسیع، بلکه ما هم بخشی از این جریان بی‌پایان هستیم. اگه از این سفر خوشت اومد حتماً ویدیو رو لایک کن، کانال رو سابسکرایب کن و با دوستات هم به اشتراک بذار. شاید یه نفر دیگه هم امشب نیاز داشته باشه به کمی نور، به کمی آرامش، به کمی فضا.